از ویژگی های این دوره این هستش که از باب کمی نسبت به دوره‌های قبلی تیم‌های شرکت کننده هم در مرحله استانی و هم در مرحله کشوری رشد قابل توجهی داشتن. در مرحله استانی ما یک رشد بیش از 130% داشتیم نسبت به سال قبل، یعنی ما سال قبل 387 تیم دانشجو داشتیم، امسال این تعداد تیم‌ها به 914 رسیده و در مرحله کشوری هم سال گذشته با 12 تا تیم برگزار شد، امسال همونطور که ملاحظه می‌فرمایید با حضور 64 تیم از سراسر کشور مسابقات در حال برگزاری است. در 28 استان مسابقات ما برگزار شد، در تهران هم در 10 دانشگاه، مجموعاً 38 واحد استانی و دانشگاهی درگیر برگزاری مسابقات در محلی استانی. میزبانی مسابقات محلی کشوری هم در دانشگاه علم و فرهنگ در خدمت دوستان ما است. این کار خب یک واقعا اقدام حسنه است، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب از دهه 80 بوده، اینکه دانشجوها فرصتی ایجاد بشه برای گفتگو، کرسی‌های آزاداندیشی، همون چیزی که آقا فرمود. خب این کار رو دوستان ما در جهاد دانشگاهی این بار رو برداشتن، 12 دوره داره انجام میشه، بسیار به نظرم میرسه اقدام شایسته‌ای هست در خور تغییره و این میتواند یه الگویی برای جریانات سیاسی کشور برای آنچه که دوستانم فرمودند، حقیقت گویی و پیگیری حقیقت باشه در مقابل اون جریانی که میخواهد در بستر مناظرات به دنبال کسب قدرته، این که شما دنبال حقیقت باشه یا دنبال قدرت باشه. این به الگو میده که این دانشجویان عزیز ما با اینکه جوان هم هستن تمرین میکنن، در اینی که تمرین میکنن میتوانند الگو هم ایجاد بکنن که به نظرم میرسه انشالله این مسیر مبارکی که شروع شده بتواند یک جریان الگو ساز ایجاد بکنه. در رابطه با موضوع پیشنهادی که دارم، یه مقدار اگر مقدور هست شفافیت آرای داورها خیلی موضوع مورد بحث تیم‌های شرکت کننده توی این دوره از مسابقات بود که برای اینکه حاشیه درست نشه خیلی بهتر میشه که داوران توضیح بدن که چه تیمی باخته یا بازنده شده یا چه تیمی برنده مسابقات شده. ببینید مسابقات حالا بستر دانشجویی میتونه خیلی اثرگذار باشه، خصوصا مسابقات مناظره و حالا کرسی‌های آزاداندیشی، به این علت که میتونه باعث ایجاد گفتگوهای بهتر، ایجاد بستر گفتگو توی دانشگاه ها بشه و همینطور ادامه اون صحبتی که رهبری میگن کرسی‌های آزاداندیشی باید ارتقا پیدا بکنه، این بستر گفتگو شکل بگیره و ما به سمت رشد و کیفی بودن این موضوع بپردازیم و ما اگر بتونیم رشد داشته باشیم توی این حوزه میتونیم خیلی موضوعات اجتماعی رو تحلیل بکنیم، موضوعات سیاسی رو تحلیل بکنیم و عملاً دچار عدم انفعال دانشگاه میشه این موضوع و قطعاً خیلی تاثیرگذار اگر که رشد داشته باشه و ما بتونیم حالا این مسابقات رو توی استانهای دیگه هم برگزار بکنیم، یعنی صرفاً برگزاری توی تهران نباشه و این به سر بتونه اشاعه پیدا کنه توی همه استانهای دیگه. واقعا مناظره خیلی خوب بود، ولی خب شاید اگه مثلا یه ذره این رنج سنی مدیریت بشه که بیشتر به سن دانشجویی نزدیک باشه، چون به حال ما شاهد اشخاصی بودیم که شاید از نظر رنج سنی خیلی متفاوت بودن با سن دانشجویان، عموم دانشجویان و اینها، خیلی ذره فضای گفتمانی جوانانه تر بشه و یه ذره رقابت عادلانه تر بشه، شاید این قضیه بتونه خیلی بیشتر کمک کننده باشه به کیفیت.